سفر رئیس جمهور کرزای به واشنگتن تا 10 روز آینده. باران یک سرباز ارتش در یک دادگاه صحرایی. فروش کودک از فقر و نادری. اعتراض های گسترده در مصر. و بیش از 150 معیار برای تورید و تولید کالاها. سلام، به خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز پنجشنبه هفتم ماه جدی سال 1391 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 27 ماه دسامبر سال 2012 میلادی. مشروع خبرها. قرار است رئیس جمهور کرزای تا 10 روز آینده به ایالات متحده آمریکا برود. این سفر برای آینده کشور مهم گفته شده است. تحلیلگران به این باور هستند که اگر حکومت با ایالات متحده آمریکا درباره امضای تفاهم نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن به توافق برسد، این کار برای آینده کشور بسیار اثرگذار خواهد بود. در همین حال شمار از مخالفان سیاسی حکومت از رئیس جمهور کرزای میخواهند که در این سفر منافع ملی کشور را بیشتر در نظر بگیرد. ولی آریان گزارش میدهد. گفتگوها درباره تفاهم نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن، چگونگی حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان پس از سال 2014، ادامه کمک و تجهیز نیروهای افغان از سوی واشنگتن و نیز چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از موضوعات محوری سفر رئیس جمهور کرزای به آمریکا خواهد بود. اگر ما نتونیم با توسط یک معاهده امنیتی حیات افغانستان برای 50 سال دیگه حفظ کنیم، منطقه آنچه ما میدانم از تاریخ 50 سال دیگه ما داریم منطقه بسیار بحران خطرناک داشتیم. مسئولیت قضایی نیروهای آمریکایی در افغانستان پس از سال 2014 میلادی و نیز ایجاد پایگاه‌های همیشگی نظامیان آمریکایی در کشور ظاهرا از موضوعات بسیار بحث برانگیز کابل و واشنگتن در تفاهم نامه امنیتی بوده است. انتظار ما است که رئیس جمهور کرزای در این سفر در ارتباط با انتقال مسئولیت‌های امنیتی تا 2014 از یک سو و انتقال مسالمت آمیز سیاسی از سوی دیگر صحبت بکنه و تمام اولویت‌های افغانستان در راستای بهبودی ثبات و تأمین امنیت و وارد شدن افغانستان در دوره تحول صحبت‌های جدی انجام بده، نه اینکه رئیس جمهور کرزای به خاطر منافع شخصی خودش در صدد گرفتن امتیازهای شخصی از ایالات متحده آمریکا باشه. با تماس‌های مکرر خواستیم نظر ریاست جمهوری را نیز در این باره داشته باشیم، اما کسی حاضر به گفتگو با ما در این باره نشد. پیش از این رئیس جمهور کرزای گفته است تا هنگامی که تمامی زندانیان افغان که در بند نیروهای آمریکایی به سر می‌برند به حکومت افغانستان سپرده نشود، تفاهم‌نامه امنیتی را با واشنگتن امضا نخواهد کرد. افسر پلیس زن که بر یک مشاور آمریکایی در فرماندهی پلیس کابل حمله کرد و او را کشت، بیماری روانی داشته است. خانواده این زن با بیان این مطلب میگوید که فقر و نادری این زن را به بیماری روانی مبتلا ساخته است. اما پلیس کابل میگوید که این زن این حمله را با خونسردی انجام داده است. این زن در جریان بررسی ها گفته است که این عمل او فردی است. اما پلیس کابل احتمال دست داشتن افراد دیگر را در این رویداد رد نمیکند. شکیلا ابراهیم خیل گزارش می دهد. این خانواده نرگس پلیس زن است که روز دوشنبه یک مشاور آمریکایی را در مقر فرماندهی پلیس کابل به گلوله بست. سید ایمان الدین 16 ساله و فاطمه 13 ساله دختر این پلیس هستند. آنان می گویند که مادرشان روزهای دشواری را گذشتانده است و بارها نزدیکانشان به وی طعنه می دادند که نمی تواند به کودکانش رسیدگی کند. آنان می افزایند که فشارهای زیاد سبب شد تا مادرشان به بیماری روانی گرفتار شود و حتی تلاش کرد تا خودکشی کند. اون وقت قبل بود که می گفت که تو زندگی چندان نداشتی، همینطور مشکلات خانوادگی. فرزندان نرگس از آیندهشان سخت نگران هستند. از دولت می خواهیم که مادر مایلا بده، چون که سرنوشت ما بی تقدیر می ماند. اما رئیس بررسی جرمهای جنایی فرماندهی پلیس کابل میگوید هنوز هم بازجویی ها از این زن ادامه دارند و تاکید میورزد که این پلیس زن بر بنیاد قوانین افغانستان محاکمه خواهد شد.
با اون شده که خود از این میگه یه عمل پردیست، اما از نظر ما که ما نیروهای کشفیستیم طبیعتاً کسای پشت از این بوده حرکات را که انجام داده، مثلا سیمکارت خود با مهارت دور انداخته، بعدا ما یک سیمکارت دیگه پیدا کردیم. این می حرکات کلش نماینگر عزیز که خب این گپ و خونسردی انجام شده. پلیس کابل همسر و دو پلیس دیگر زن را که همان روز مسئولیت بازرسی را در دروازه داشته نیز بازداشت کرده است. ما به هیچ عنوان او را شکنجه نکردیم، نمیکنیم، هم کس را اجازه هم نمیدیم، کس را مردم نمیبینیم که او را شکنجه کنه یا طرفش سیل کنه یا ما را بگه که ایره به ما تسلیم کنه، ولو کشته هم ما که کشته شدیم باز از پیش ما خارجی بردش. نام مکملی این پلیس زن نرگس رضایی مومن‌آبادی است که 40 سال دارد. وای که شهروند ایران است و با یک افغان ازدواج کرده است. 10 سال پیش به افغانستان آمده است. فرزندان این پلیس میگویند که مادرشان هیچگاهی دید ضد آمریکایی نداشته است. تا کنون ده‌ها سرباز و افسر ارتش ملی از سوی طالبان در دادگاه‌های صحرایی کشته شدند. یک تصویری که تازه بر رسانه‌ها رسیده است نشان می‌دهد که جنگجویان که به طالبان نسبت داده می‌شوند یک سرباز ارتش ملی را ظاهراً به اتهام سرباز بودن گلوله باران می‌کنند. زمان دقیق این رویداد مشخص نیست، اما وزارت دفاعی ملی با تایید این خبر می‌گوید که بسیاری از سربازان ارتش ملی در هنگام بازگشت به خانه‌هایشان به گونه وحشیانه کشته شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز در این باره واکنش نشان داده است. صالح سادات گزارش می‌دهد. در یکی از تازه ترین تصویرهای پخش شده، مردانی که به طالبان نسبت داده می شوند، یکی از سربازان ارتش ملی را در یک دادگاه صحرایی گلوله باری می کنند و ظاهراً جرم این سرباز فعالیت در ارتش ملی است. طالبان شناسنامه سربازی این سرباز را در دهانش گذاشتند و پس از آن که نام وی را از او می پرسند، با سر دادن الله اکبر بر وی گلوله باری می کنند. در این تصویرها دیده می شود که حتی پس از کشته شدن این سرباز جسد بیجان او را نیز گلوله باری می کنند. موارد زیاد پیش آمده که سربازای ما به موترهای ملکی به لباس شخصی از یک سا دیگه می رفتن، از موتر پایین شدن، توسط طالبا کشته شدن و مواردی هست که سربازای ما به خانه خود به رخصتی رفته بودن، بعد از اینکه اینا اطلاع پیدا کردن که اینا سربازن از خانهشان کشیدن و در مواردی هن به جنگ دستگیر شدن که بسیار معدود اسیر شدن، کشته شدن. کشته شدن این سرباز با واکنش تند کمیسیون مستقل حقوق بشر روبرو شده است. اگر این اقدام از طرف طالبا صورت گرفته باشه، این نقض فاحش و جدی حقوق بین الملل است و جزء جرایم جنگی به شمار میره. پیش از این طالبان در واکنش به اعدام شماری از اعضای این گروه از سوی حکومت افغانستان با پخش اعلامیه از سازمان ملل متحد، صلیب سرخ و نهادهای جهانی حقوق بشر خواسته بودند که جلوی این اعدام‌ها را بگیرند، زیرا به باور این گروه با این اعدام‌ها حقوق بشر نقض شده است. اما وزارت دفاع ملی می‌پرسد که درباره گلوله باران سربازان آیا حقوق بشر نقض نمی‌شود؟ می عمل خود چی دو توجیه می‌کنند که یک سرباز که صرف هدف از او خدمت به وطنش است، دیگه هیچ توقعی نداره، با چنین بیرحمی او را اعدام میکنند. این تصویر در میان تصویرهای تبلیغاتی مخالفان مسلح دولت پخش شده است، اما گفته می شود که این بار نخست نیست. وزارت دفاع ملی میگوید که تاکنون ده‌ها سرباز ارتش ملی در چنین رویدادها گلوله باران شدند. مرد که یک دختر 14 ساله را در ولایت کندوز کشته بود بازداشت شده است تا به کیفر خواهد رسید. دادگاه استیناف ولایت کندوز میگوید که در یک نشست علنی درباره قاتل یک دختر 14 ساله فیصله خواهد کرد. رئیس این دادگاه میگوید که مرد متهم بر بنیاد فیصله دادگاه ابتدایی رها شده بود، اما کنون دوباره در بند بسر میبرد. این در حالی است که خانواده دختر که به قتل رسیده است در ولایت کندوز ادعا کردند که دخترشان 5 ماه پیش از سوی پسر یک فرمانده محلی کشته شد و قاتل پس از زمان اندک از زندان رها گردید. در این باره هم شکیلا ابراهیم خیل گزارش می‌دهد.
پس از اینکه این خانواده ادعا کردند که 5 ماه پیش پسر یک فرمانده محلی در ولایت کنداز به خانه ایشان داخل شد و دختر 14 ساله اش را به گلوله بست و پدر این خانواده 2 قاضی دادگاه استیناف ولایت کنداز را در رهایی پسر این فرمانده به گرفتن رشوه متهم می سازد، اما دادگاه استیناف ولایت کنداز این ادعا را رد می کند و می گوید که مرد متهم بر بنیاد فیصله دادگاه ابتدایی از بند رها شده بود و دادگاه استیناف این ولایت در یک نشست علنی درباره این مرد تصمیم خواهد گرفت. این اتهام یا این خبری که پخش شد دوستی در محکمه استیناف در طرف محکمه استیناف در بدل مثلا گرفتن رشوت ادعا شده ای را به کلی رد میکنیم. دوسیه هنوز محکمه استیناف نرسیده، وقتی که رسید ما جلسه علنی میگیریم، البته به اطلاع همگی خواهد رسید. دادگاه استیناف ولایت کندز میگوید که مرد متهم به قتل دختر 14 ساله این خانواده را زندانی کردند. فعلا برای تدبیر احتیاطی، اتخاذ تدبیر احتیاطی، امیر اسلام الدین نامی که از طرف محکمه ابتدایی رها شده بود یا پس ما یا فعلا روا کردم، پس به محبس، پس به بندی شد و محبوس شد. این در حالی است که پیش از این نیز یک عضو شورای ولایتی کندز قتل این دختر 14 ساله را از سوی پسر یک فرمانده محلی و رهایی قاتل این دختر را تایید می کند و خواهان تامین عدالت به این خانواده شده است. آیا کسی خواهد توانست تا کودکش را در برابر پول بفروشد؟ یک مرد کودک 3 ماهه‌اش را در پروان در برابر 7000 افغانی به فروش رسانیده است. ظاهر ناداری و گرسنگی وی را مجبور به این کار ساخته است. خانواده این کودک میگویند که با این پول میخواستند مواد خوراکی و مواد سوخت زمستان را تهیه بکنند. فرزند فروشی در کشور نگرانی ها و واکنش های سخت را به همراه داشته است. گزارش ویژه همکارم ولی‌آریان در این باره. ناداری و گرسنگی مردم را به کجا و به کدام راه ها میکشاند؟ در این گزارش ببینید. مثل خانواده ای در پروان که ناداری آنان را واداشته است تا تصمیم سخت را بگیرند. خانواده ای با 6 فرزند اما بدون نانآور. تیره روزی های زندگی پدری را ناچار می سازد تا کودک 3 ماهه‌اش را از آغوش مادرش جدا بکند و او را در بدل 7000 افغانی بفروشد. مادر این کودک حتی از فروش دختر 3 ماهه‌اش خبر هم نداشت. هنگامی که ماجرای فروش این کودک بر سر زبان ها می افتد، مردم دوباره این کودک را می خرند و به خانواده اش می سپارند. ایره پدرش داده بود. به ایزنه کردم همسایا. چرا؟ آیا علتش فقط غریبی و ناداری بود؟ آیا ناداری بود. می افتم برو کار کن. میگه من کار کده نمیتانم. من هیچ خبر نداشتم که از این پیسه گرفته بود. این کودک شیرخوار تنها 3 ماه زندگیش را در آغوش مادر گذرانده، اما بی خبر از آن که روزی به بهای فراهم ساختن چند روز معیشت برای خانواده‌اش فروخته خواهد شد. ناداری سبب بیماری روانی پدر این خانواده نیست شده است. وی چندین روز می شود که ناپدید است و خانواده‌اش از او اطلاعی ندارد. این زن خودش هم در بستر بیماری فتاده است و حتی توان ندارد برای درمان تا کابل برود. روزی شده که راضی به خودکشی شدیم از این زندگی. خیلی زندگی ما خراب. این طفلک هم نهایت مریض است و مادرشان از بس که مریض است شیر نداره بر از این طفلک بتا. شادمانی ها و بازی های کودکانه، اما در پشت این همه طلب درخواست و کمک نهفته است تا بار دیگر خواهر 3 ماهه‌شان به فروش نرسد. میخواییم به ما کمک بکنن که خواهرکم به فروش نرسد. در خانه که این خانواده زندگی میکرد، صاحب آن خانه نیز فروش دختر 3 ماهه این خانواده را آر دانسته و آنان را از خانهش بیرون کرده است. آن قدر نگران کننده است که مادری حاضر میشه که فرزندش به خاطر بسیار پول کم، پولی را که بسیار زیاد ناچیز برای مادر دیگه بده و این پول دریافت بکنه تا حیات طفلای دیگهش باقی ببانه. داستان این کودک به اینجا هم میرسد. همه به قصه او گوش میدهند. در سند فروش این کودک نگاشته شده بود که پدر و مادرش با گرفتن همین 7000 افغانی دیگر صلاحیت این کودک را ندارند. ممکن شنیدن قصه این کودک و چگونگی زندگی خانوادهش هر کسی را اندوهگین بسازد.
اما زندگی این خانواده همین بود که به تصویر کشیده شد. تنها این خانواده را میتوان مثال قرار داد. در افغانستان هستند کسانی که بدتر از وضعیت زندگی این خانواده زندگیشان را سپری میکنند. اما به علت مشکلات فرهنگی و دوری از دید رسانه ها زندگی آنان به تصویر کشانیده نمیشود. عبدالولی آریان، تولو نیوز، پروان. و مسئولیت آموزش سربازان قول‌اردوی 215 میبند از نیروهای خارجی به نیروهای افغان سپرده شد. مسئولان این قول‌اردو میگویند که پس از این آموزگاران افغان مسئولیت آموزش سربازان این قول‌اردو را بر عهده خواهند داشت. ادامه خبرها. گروه های مخالف در مصر از آغاز اعتراضات گسترده بر ضد قانون اساسی تازه این کشور خبر می دهند. جبهه نجات ملی مصر هشدار می دهد که ماه آینده میلادی و همزمان با دومین سال روز انقلاب این کشور اعتراضات میلیونی را در واکنش به تصویب قانون اساسی تازه این کشور براه خواهد ننداخت. در همین حال رئیس جمهور مصر با پذیرفتن اشتباهات از تمامی قدرت‌های سیاسی می‌خواهد تا برای حل بحران این کشور در گفتگوی ملی شرکت ورزند. قانون اساسی تازه مصر بر روز سه‌شنبه رسما تایید شد، اما دیده می‌شود که تنش‌های سیاسی در این کشور پایان نیافتند و گروه‌های غیر مذهبی این قانون را نمی‌پذیرند. جبهه نجات ملی، گروه اصلی مخالفان حکومت مصر، از هوادارانش می‌خواهد تا اعتراضات میلیونی را بر ضد قانون اساسی تازه ماه آینده از میدان تحریر شهر قاهره از سر گیرند. این جبهه می‌گوید که در تدوین این قانون به آرمان‌های انقلاب مصر که به سرنگونی حکومت حسنی مبارک انجامید خیانت شده است. جبهه از مردم مصر میخواهد تا با روی انقلابیشان یک بار دیگر بر روز 25 ماه جنوری که برابر است با دومین سال روز انقلاب مصر اعتراضاتشان را بر ضد قانون اساسی تازه از میدان تحریر از سر گیرند. اما رئیس جمهور مرسی این قانون را بازتاب دهنده اراده مردم مصر می داند و می گوید که از سوی اشغالگران یک پادشاه یا یک رئیس جمهور تحمیل نشده است. آقای مرسی می گوید که مصر اکنون می تواند به مرحله تازه پا بگذارد که برای مردم این کشور امنیت و ثبات را برمغان خواهد آورد. با گفته مرسی، اقتصاد مصر با دشواری های بزرگ روبرو است، اما فرصت های فراوان برای حل این دشواری ها نیز موجودند و از همین رو وی هر تغییر لازم را برای بهبود وضعیت اقتصادی این کشور انجام خواهد داد. و تحریک طالبان پاکستان از آمادگیش برای گفتگو با حکومت این کشور خبر می دهد. سخنگوی تحریک طالبان می گوید که اگر حکومت پاکستان از مداخلهش در جنگ افغانستان دست بردارد و قانون اساسی و سیاست خارجیش را بر بنیاد شرعیت اسلام آراسته سازد، این تحریک آماده است تا به میز گفتگو بنشیند. و این همچند خبر اقتصادی. تا کنون 150 معیار در 13 بخش تولیدی و توریدی از سوی کمیته فنی استانداردهای اداره ملی نرم و استاندارد تصویب شدند. مسئولان اداره ملی نرم و استاندارد میگویند این معیارها برای جلوگیری از ورود مواد کم کیفیت و تولید کالاهای معیاری ایجاد شدند و باید عملی شوند. اما شمار از نمایندگان مردم در مجلس با اشاره به فساد گسترده اداری در نهادهای دولتی ایجاد این معیارها را در حل مشکلات بازار سودمند نمیدانند. ذبیح الله جهانمل گزارش میدهد. مسئولان اداره ملی نرم و استاندارد هرچند از تصویب 3 کد ساختمانی و 150 معیار در بخش‌های مختلف برای افزایش کیفیت تولید و خدمات خبر می‌دهد، اما می‌گوید که 90 معیاری دیگر نیز از سوی کمیته فنی استانداردها تصویب خواهند شد. وقتی ما استانداردها را تصویب می‌کنیم، بعد از صحنه عمل تطبیق شود. و گام نخست در راستای تطبیق استانداردها مسئله ترویج و آگاهی از استاندارد هست که سکتور خصوصی ما، سکتور دولتی ما، کسایی که استفاده کننده استاندارد هستند، باید از استانداردهایی که تصویب شده از او آگاهی پیدا بکنند. اما شمار از نمایندگان در مجلس برخی از نهادهای دولتی به شمول اداره ملی نرم و استاندارد را به فساد اداری و عدم تطبیق معیارها در بازارها متهم می‌سازند. ریشه اصلی در فساد اداری است. ما همیار میبینیم که تری بی کیفیت وارد افغانستان میشد، مواد غذایی بی کیفیت وارد افغانستان میشه، حدوی بی کیفیت وارد افغانستان میشه، با وجودی که معیارها و نرمهای مشخص در قوانین در قانون نرم استاندارد پاس شده، متاسفانه که رعایت نمیشه.
در حالی که تاکنون اکثریت فروشندگان و خریداران حتی مفهوم نشان استاندارد را نمیفهمند، آیا ایجاد 10 میلیارد در سال از سوی اداره ملی نرم استاندارد مشکلات کیفیت مواد را در بازارها حل خواهد ساخت و یا اینکه ایجاد معیارها با کدهای ساختمانی به گونه نمایشی باقی خواهند ماند؟ و تعرفه های بلند گمرکی بر مواد خام صنعت چاپ را در کشور با مشکلات فراوان روبرو ساخته است. مسئولان اتحادیه صنایع کشور میگویند در حال حاضر از مواد خام تا 10% تعرفه گمرکی گرفته می شود، در حالی که واردات کتاب و مجله از تعرفه گمرکی معاف است. در این باره هم ذبیح الله جهانمل گزارش می دهد. مسئولان اتحادیه صنایع کشور میگویند به سبب تعرفه بلند گمرکی بر مواد خام چاپ و کاغذ، صنعت چاپ کشور نمیتواند با تولیدات چاپی وارداتی در بازارهای کشور رقابت کند. آنان میگویند در 11 سال گذشته برای حل مشکلات در این بخش توجه نشده است و حمایت دولتی نیز وجود ندارد. خام مواد بخش چاپ که مو وارد او که کاغذ دی او که رنگ دی او که پلیتون دی حتی تلاسو پیسادو پوری دی پینزو شپاگو تلاسو پیسادو پوری موخ پی تاکس ورکه او او مالیا ورکه او نو پر کتاب بانده ایس نشته و امده دی چه دی چاپ صنعتی دی و غط مشکل سر مخواه کرده دی. در همین حال شمار از کارخانه‌داران با انتقاد از حکومت میگویند با آنکه توان تولیدات با کیفیت را دارند اما به سبب نبود حمایت‌های مالیاتی تولیداتشان نمیتوانند با کتاب و کتابچه وارداتی در بازارها رقابت کنند. متاسفانه باید در سی قرآن شریف استثناء باشه این کاغذ، یعنی اقلا مالیه و مسئول نشه، چون خاص این کاغذ به خاطر قرآن شریف است. از سوی مالکان چاپخانه ها ادعا دارند که در حال حاضر قادرند به شمول قرآن شریف هر نوع کتاب و مجله را در کشور برابر با معیارهای جهانی چاپ کنند و اگر حکومت از آنها حمایت کند نیازمندی های داخلی را برطرف می سازند. خبرهای ورزشی را همکارم سمیر رسا تقدیم می کند. سلام دوستان، این هم چند رویداد ورزشی. تیم ملی تکواندوی افغانستان با دست آوردن مقام دوم 24مین در رقابت‌های بین‌المللی تکواندوی جام فجر امروز به کشور برگشت. افغانستان با دست آوردن 17 مدال برنز و 2 مدال نقره پس از ایران دوم شد و ارمنستان در جایگاه سوم ایستاد. در این رقابت‌ها افغانستان با 37 ورزشکار شرکت کرده بود. ملی پوشان تکواندوی افغانستان در بخش تیمی این رقابت ها پس از تیم های شهرداری ورامین، استیل البرز و مقامت از ایران در رده چهارم قرار گرفتند. قهرمان های ما که آمادگی 6 ماه بعد مسابقات جهانی رو پیش روی داریم و اونا یک بار دیگه خود را چک کردن اینجا. سطح مسابقات بسیار بالا بوده. یکی کم مشکلات داوران بود. این نخستین بار است که تیم ملی تکواندوی دختران کشور در مقایسه با پسران در رقابت های بیرون مرزی خوش درخشیدند و بیشترین مدال را به نام افغانستان ثبت کردند. فدراسیون تکواندوی افغانستان میگوید که این نهاد میکوشد تا برای حضور قدرتمندان تیم ملی تکواندوی دختران کشور در رقابت های بیرون مرزی از هفته آینده تمرینات فشرده را آغاز کنند. میرسید صدیقی، طلوع نیوز، کابل. رقابت های انتخاباتی تیم ملی والیبال دختران کشور امروز آغاز شدند. هدف از برگزاری رقابت ها شناسایی 28 چهره برتر برای حضور در تیم های ملی جوانان و بزرگسالان گفته شده است. در رقابت ها 7 تیم از کابل، بغلان و هرات شرکت کردند. در نخستین روز این رقابت ها تیم صوفی کلاب 3-0 شهرداری کابل را شکست داد و از زهرا 3-0 در برابر آریانا تن به شکست داد. آمادگی میگیریم، مسابقات میگیریم به خاطر که تا یک مقام خوب بهتر را بگیریم. آمادگی که داریم ما برای از این آمادگی داریم که بخیر تیم ملی انتخاب شویم. این رقابت ها در رده های سنی جوانان و بزرگسالان در تالار ورزش کمیته ملی المپیک برگزار شدند و 3 روز ادامه خواهند داشت. چگونگی هوای فردا را همکارم تقریبا میکند. فردا کابل آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 2. مزار شریف آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت منفی 5، پایین‌ترین منفی 8. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 2. جلال آباد هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 7.
و هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت منفی 3، پایین‌ترین منفی 5. استوجهتان به خبرهای این ساعت تشکر، خدا نگهدار.